آدینه 24 مهر ماه 1394 خورشیدی برابر است با 16 اکتبر 2015 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای دنیا که هستید و به برنامه های تلویزیون ایران فردا توجه می فرمایید، صمیمانه ترین درود های من و همکار خوبم آقای سپهر رو در تلویزیون ایران فردا در لس آنجلس بپذیرید. در برنامه امروز مهمان من آقای ایرج مصداقی هست. بعد از مدت ها ایرج مصداقی برای شما بینندگان عزیز شناخته شده هست، فعال هست در زمینه مسائل حقوق بشر و مسائل سیاسی و اطلاعاتی که او داره همیشه مورد توجه شما بینندگان عزیز بوده. و اما امروز خبرها بیشتر پیرامون تصویب برجام هست، با اون عجله و طی نیم ساعت از فیلتر شورای نگهبان میگذره. حضور نماینده آقای رهبر در جلسه، آقای خامنه‌ای و آقای حجازی که بنده هیچ نسبتی باشون ندارم و ایشون هم با من حتما نسبتی ندارن در جلسه، و این یقه درانی ها و این داد و فریاد هایی رو که مدت ها توی این فاصله شاهدش بودیم، در این مورد با ایرج مصداقی صحبت خواهم کرد. در مورد مسئله‌ای که همیشه در طول برنامه هایی که داشتم، چه در رادیو و چه در تلویزیون، راجب لطمه هایی که روسیه در حال حاضر و طی 37 سال گذشته به مملکت ما وارد کرده و چه در گذشته اتحاد جماهیر شوروی و این اقدام اخیر سوریه که دست بالا رو گرفته و روی دست جمهوری اسلامی بلند شده، در واقع به زعم عده‌ای و جمهوری اسلامی هم زیاد خوشحال نیست از این بابت، در سوریه اقدامات عجیب و غریبی که روسیه داره میکنه، بمباران به ظاهر داعش و در باطن مخالفان بشار اسد در حال نزع، مدت هاست این فرد توی بستر مرگ خوابیده، ولی خب این اقداماتی که جمهوری اسلامی و روسیه دارن میکنن، معلوم نیست که تا کی میتونن این مرده رو نگه دارن، این مریض در حال مرگ رو نگه دارن و مانع این بشن که بیش از این جان هموطنان بیگناه خودشو بگیره و تعداد آوارگان سوری در سراسر دنیا بیشتر و بیشتر بشن. در مورد سفر آقای والتر فرانک والتر اشتاین مایر با به ایران که دفعه اولم نیست در طول این مدت کوتاه با ایرج مصداقی صحبت خواهم کرد، راجب در واقع تجاوز به هوای یا فضای ترکیه توسط هواپیماهای جنگی روسیه و همین امروز خبر ساقط شدن یک پهپاد یا یک درون در خاک ترکیه که معلوم نیست ساقطش کردن، خودش ساقط شده، و این تکنولوژی رو که روسیه بهش افتخار میکنه و جریان موضوعی که در مورد تکنولوژی روسیه همواره هم مطرح بوده صحبت خواهم کرد با ایرج مصداقی. و در مورد امریکا هم الان همین تب انتخابات و پیش از انتخابات ریاست جمهوری کماکان بالاست و این جلسه گذشته حزب دموکرات و این مناظره‌ای که داشتن که متاسفانه فرصت نشد امروز من راجع به نقطه نظرهایی که در این مناظره مطرح شد توسط شرکت کنندگان، 5 شرکت کنندگان در این مناظره صحبت بکنم. آخرین خبرها حاکی از این است که آقای جو بایدن، معاون آقای اوباما، که در واقع صحبتش بود، شایعه بود، بالا و پایین و تایید و تکذیبش که آیا وارد گود مبارزات خواهد شد یا نه، و حتی در همین جریانی که در هتل وین در لاس وگاس تشکیل شد، مناظره بین
دموکرات ها، داوطلبان دموکرات یک پودیوم خالی گذاشته بودند برای شرکت احتمالی آقای جو بایدن. امروز این شایعه بالا گرفته که احتمال زیاد داره که به زودی اعلام بکنه که میخواد وارد این گود بشه. اجازه بدید بریم به استوکن و من صحبتم رو با آقای ایرج مصداقی آغاز بکنم در زمینه مسائلی که الان مطرح کردم و سایر مسائلی که در طول صحبتمون پیش بیاد. با ما باشید. خب بینندگان عزیز، همونطور که در آغاز برنامه وعده داده بودم، امروز بار دیگر فرصتی دست داد که بتونیم با آقای ایرج مصداقی در استکهلم باشیم. همیشه دقت عمل او و مطالعاتی که میکنه در زمینه مسائل ایران به خصوص و در زمینه مسائل بین المللی، یعنی واقعا آقای مصداقی همیشه به هنگام هست اطلاعاتش، و من یکی که بسیار آموختم از تجربیات ایشون، از کتاب های ایشون و از نظرات ایشون در برنامه های متعددی که این شانس رو داشتم که با ایشون باشم. آقای مصداقی شب بخیر، سلام عرض میکنم. سلام میکنم خدمت شما جناب حجازی، همچنین بینندگان عزیز، هموطنانمون و همزبانان ما هر کجا که صدای ما رو میشنون و تصویر ما. خیلی ممنون میکنم از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. خیلی ممنون. من تشکر میکنم که شما، میدونم که مرتب مشغول قلم زدن و مصاحبه و مطالعه هستین و به هر حال همین که لطف میکنید و منظمن در برنامه های رادیو و تلویزیون من شرکت میکنید، برای من مغتنم هستین. آقای مصداقی، میخوام با یک آخرین خبری که چند لحظه پیش شنیدم سوالم رو شروع بکنم، و اون راجع به مسئله ایست که ما قبلا هم با هم دیگه بحثش رو داشتیم. روسیه در طی این مدتی که شروع کرده این تجاوز علنیش رو در سوریه، حالا یه عده اسمشو میذارن همکاری با نیروهای بین المللی برای حمله به داعش، که گفته میشه به طور کلی کار دیگه ای داره میکنه و داره مخالفین بشار اسد رو میکشه و از بین میبره و نابود میکنه. چندین و چند بار خبر تجاوز هواپیماهای روسی رو به فضای خصوصی، یعنی به مرزهای هوایی ترکیه شنیدیم، که این موضوع به زعم بسیاری از تحلیلگران میتونه واقعا اگر تصادفی رخ بده با توجه به اون ازدهامی که در فضای یا در هوای سوریه و مرزهای ترکیه و اینا هست، هواپیماهای امریکایی هستن، هواپیماهای ترک هستن، هواپیماهای روسی هم که وارد قضیه شدن، میتونه واقعا یه جرقه‌ای بزنه، یه جنگ فراگیر رو شاید بین المللی رو آغاز بکنه. امروز یک پهپاد یا یه درون روسی رو ساقط شده در خاک ترکیه رسانه ها نشون دادن، و بلافاصله هم روسیه اظهار نظری که کردن و جوابی که دادن گفت این مال ما نیست، در حالی که کارشناسان امور نظامی میگوین این دقیقاً یکی از درون‌های عقب افتاده و تکنولوژی عقب افتاده روسیه هست که یا خودش سقوط کرده افتاده از هیته کنترل رادار و نمیدونم اون دستگاه کنترل بی سیم خارج شده، و یا اینکه ساقطش کردن. چیه داستان، چی میگن این داستانا چیه، و تکنولوژی روسیه رو به چه صورت میبینید از گذشته اون امپراتوری بزرگ اتحاد جماهیر شوروی تا امروز، که در واقع میراثخوار همون امپراتوری این رژیم سوریه کنونی؟ ببینید، روسیه در واقع یک کشور جهان سومی است، کشوری که تنها تفاوتش با دیگر کشورهای جهان سوم در مسلح بودنش به سلاح اتمی است و در واقع پیشرفت هایی که در زمینه فضایی داره.
وگرنه در زمینه‌های دیگه که امروز در دنیا به عنوان قدرت شناخته میشه و همچنین ضامن پیشرفت و یکی از شاخص‌های مهم برای پیشرفت دیدن یک کشور هست فاقد شه. اون اقتصاده، ببینید یک اقتصاد پیشرفته روسیه نداره. روسیه دقیقا مانند کشورهای جهان سومه. شما نگاه کنید به صادرات روسیه، درست مانند جمهوری اسلامی و کره شمالی و امثال همه، فقط مواد خام، مواد معدنی است و از اون طرف میبینید نفت و گاز، پتروشیمی و سلاح. درست همینو در ابعاد کوچکتری جمهوری اسلامی داره یا کره شمالی داره یا دیگر کشورهای جهان سوم. شما نمیتونید چیزی رو در دنیا، بازارهای جهانی رو ببینید که در اختیار روسیه باشه، یا کالاهایی رو بخرید در طول عمرتون که روش نوشته باشه made in روسیه، ساخت روسیه، نمیبینید اینا رو. بنابراین روسیه کشوری است جهان سومی با یک تکنولوژی تقریبا امروز عقب افتاده، تکنولوژی که عملا نمیتونه رقابت بکنه در سطح بین المللی. و میدونید ما تو خود زبانمون بعضی موقع ها وقتی که میخواییم یک چیز رو به زمختی تشبیه کنیم میگیم روسیکاره یا روسی، یا در واقع روسیکاری میکنه. اینها مشخصه کالاهای روسیه است و این روزها به خوبی متوجه هستیم موضوع فقط در این حد، در حد نمیدونم سرنگون شدن این بهباد نیستش. از اون طرف شما میبینید موشک هایی که روسیه شلیک میکنه، کروز هایی که قرار بره و محل هایی رو در سوریه هدف قرار بده در نقاط مختلف ایران میفته، با اینکه اطلاعات لازم رو حتی ایرانی ها هم فراهم میکنن، یعنی رژیم جمهوری اسلامی فراهم میکنه، در اختیار اونها میگذاره. و میبینید که علارغم اینکه این اهداف مورد نظر بدون کمترین سیستم دفاعی هستن، منتها موشک هایی که از روسیه میره به خاطر اینکه هدفیابی درست نداره یا از تکنولوژی پایینی یا عقب مونده برخوردار هستن، عملا نمیتونن به اهداف بخورن و میون راه تو ایران میافتن. این به نظر من ناشی از همون مشکلات اقتصاد روسیه و عقب موندگی این کشور هست. متاسفانه جمهوری اسلامی در طول 36 سال گذشته، چه در دوران اتحاد جماهیر شوروی و چه در دوران پس از اون دوران یلسین و پوتین، رابطه بسیار بسیار نزدیکی رو با این کشور داشته و عملا بزرگترین ضربه ها رو هم پس از انقلاب در 36 سال گذشته کشور ما از ناحیه همین روسیه متحمل شده و روسیه در واقع به عنوان یک دوز سرگردنه عمل کرده و میدونید که منافع ملی ما رو هم در واقع بهش ضربات جدی وارد کرده. اگر فراموش نکرده باشیم ایران دارای حق 50% در دریای خزر بوده، بعد از 1990 و فروپاشی اتحاد شوروی که 5 کشور حوزه خلیج فارس، حوزه دریای خزر تشکیل شدن و سهم ایران رو ابتدا به 20% تقلیل دادن و این 20% هم باقی نبود و امروز چیزی در حدود 11%. و حتی در همون حد هم ایران در بازی های منطقه‌ای یا منافع مشترک در دریای خزر شرکت نمیدن و حتی مذاکراتی هم که صورت میگیره بدون حضور ایران هستش، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی مجبور باج بده. جمهوری اسلامی به خاطر موضوع پروژه اتمی و داستان تحریم اقتصادی و مذاکرات در سطح بین‌المللی بود، در طول این 14-15 سال گذشته به خصوص امتیازات بسیار بسیاری به روسیه واگذار کرده و جدا از منافع اقتصادی که روسیه در ایران داشته و به خصوص در بخشش در ارتباط با مسئله نیروگاه اتمی بوشهر بوده، به لحاظ سیاسی هم امتیازات بزرگی رو گرفته و چیزی نصیب کشور ما نشده و عملا روسیه یک کشوری بوده که باعث تداوم تحریم ها شده، باعث طولانی شدن تحریم ها شده
به خاطر اینکه حمایت‌های ظاهری که از جمهوری اسلامی می‌کرده و در جاهایی هم که لازم بوده با غرب کنار می‌اومده و عملا دست اینها رو در پوست گردو میذاشته، باعث شده جمهوری اسلامی فکر کنه حامی داره، جمهوری اسلامی مانورهایی رو بده به امید اینکه روسیه وتو میکنه در شورای امنیت یا حتی از اون و چین وتو میکنه در شورای امنیت، که هیچ موقع اینها اتفاق نیفتاد و اونها در نهایت راه رو باز گذاشتن برای تصویب قطعنامه های بین المللی علیه جمهوری اسلامی و باج خودشون رو گرفتن. ما حالا هم شما ملاحظه میکنید خود کشور ما یکی از کشورهایی است که از این تکنولوژی ناقص روسی، از این تکنولوژی پایین روسی رنج برده. اگر یادتون باشه در طول این دو دهه به خصوص چقدر هواپیما سقوط کرد در ایران و تماما این هواپیماها یا اکثرشون میتونم بگم هواپیماهای روسی بودن، تکنولوژی عقب مونده روسی بودن که باعث میشد هواپیماها یکی پس از دیگری در آسمان کشورمون منفجر بشن، بیفتن و جان بسیاری از هموطنانمون به این ترتیب از بین رفت. خیلی مشکرم آقای مصداقی، منو بردید به آخرین سفری که به ایران داشتم در سال 96 و به دعوت دوست عزیز و دانشمندم که متاسفانه از بین ما رفت و مشاور انرژی هسته‌ای بود و مسافرتی هم کرده بود اون زمانها به امریکا در سازمان ملل، آقای دکتر آبدی، و رفتیم به شیراز با یکی از این هواپیماها. این رو من به هر کی که گفتم باور نکرده، ولی اون چیزیست که به چشم خودم دیدم و بارها اشهد خودم رو گفتم در فاصله بین تهران تا شیراز. کف هواپیما وسط اونجایی که قسمت های آخر هواپیما نزدیک توالت ها و اون قسمتی که این خدمه کار میکنن، یک سوراخی کف هواپیما بود که زمین دیده میشد از اونجا و حیرت انگیز بود، برای اینکه این ظاهرا اون کف باید زیرش اون محفظه‌ای باشه که بارها و چمدونا رو میذارن و این رو باعث مسخره شده بود. اونجا یه عده میخندیدن و مسخره میکردن و این هواپیما تا ما رسیدیم به شیراز همه اون نصف عمر شدیم و برگشتنم البته با یکی از هواپیماهای بوئینگ قبلی که مال هواپیمای ملی ایران بود آمدیم که خوشبختانه یه مقداری بهتر بود. این تاییدیست بر اون چه که شما گفتید. آقای مصداقی، آقای والتر اشتاینمایر دارن میرن ایران امروز، فکر کنم امروز وارد ایران میشن. میخواستم بگم ازتون بپرسم چی فکر کنین داستان چیه؟ حقوق بشر و مسائل مربوط به مردم ایران و اینا تمام با این جریان برجام منتفی شد رفت از بین؟ بله تقریبا میتونم همین رو بگم. ببینید در دنیا کشورهای اروپایی یا بهتر بگم امریکا، کانادا یا صاحبان قدرت، اینها به دنبال منافع مردم ایران که نیستن، اینها بیشتر به دنبال منافع خودشون هستن که ازش به عنوان منافع ملی نام برده میشه. تردیدی نیست که ایشون وقتی به ایران میرن قبل از هر چیزی مد نظرشون روابط اقتصادی است، اقتصاد خود آلمان هست و عملا تولید کار و گردش سرمایه در درون آلمان هست و اینکه با بیکاری مبارزه کنن، کالاهاشون رو بفروشن. این مسائل مهمی است که در صدر اولویت‌های دولت آلمان قرار داره. حالا این وسط ممکنه بله برای خالی نبودن عریضه به عنوان یه چاشنی یا سس این مذاکرات از بحث حقوق بشر هم به قول معروف استفاده میشه یا اون رو هم مطرح میکنن، عملا به خاطر اینکه بسیاری از سرصداها رو بخوابونن یا توجیه بکنن. میدونید که قبلا هم در دوران خاتمی و رفسنجانی از سیاست دیالوگ انتقادی استفاده میکردن، یعنی یک طرف مذاکرات اقتصادی بود و روابط اقتصادی گسترده، از اون طرف هم بحث گفتگوی انتقادی، دیالوگ انتقادی. خب باشه دیالوگ دیگه، شما بگید ما هم جواب میدیم. ببینید
متاسفانه بسیاری از فعالین سیاسی در ایران و فعالین حقوق بشر در دوران تحریم ها به غلط مطرح میکردن، البته بسیاریشون فریب لابی رژیم رو خورده بودن، فریب چهره های دغلکار رو خورده بودن که مطرح میکردن آقا با این مسئله تحریم ها، با مسئله هسته‌ای، حقوق بشر در ایران فراموش شده، مسئله نقض حقوق بشر فراموش شده، کشورهای غربی به این مسئله نمیپردازن، اینو زودتر تمومش بکنید، اینو کناری بذارید تا مسئله حقوق بشر مطرح بشه. خب شما توجه بکنید از روزی که مسئله برجام حل و فصل شده یا مذاکرات آغاز شده آیا وضعیت حقوق بشر بهتر شده؟ قطعا که نه. اگر شما یادتون باشه من بارها و بارها در گفتگوهایی که با شما داشتم روی مسئله تاکید کردم و همیشه هم روی صحبتم این بود که کسانی که معتقد هستید یا فعال حقوق بشرید، فعال محیط زیستید، فعال حقوق کارگرانید، حقوق زنانید، حقوق اقلیتهایید، حقوق ملیتهایید، توجه داشته باشید که به نظر من میبایستی از مثلا تحریم ها استفاده کنید، از فشاری که روی جمهوری اسلامی هست استفاده کنید، به خاطر اینکه در یک همچین فضایی شما میتونید خواسته هاتون رو پیش ببرید یا میتونید اعمال فشار بکنید، وگرنه غرب اگر مسئلهش با مسئله هسته ای پایان پیدا کنه یا به سرانجامی برسه عملا مسئله حقوق بشر در اولویت اونها نیست، پیشبرد روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی در اولویتشون قرار میگیره. ببینید اگر حتی به گذشته هم که نگاه بکنید، در دوران خاتمی در سال 2002 اون موقع بود که حتی قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران در کمیسیون حقوق بشر دیگه برچیده شد، رأی نیاورد، به کناری گذاشتن. و از اون طرف همون موقع بود که گزارشگر ویژه ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران هم چون مأموریتش در قطعنامه ها تصویب میشد دیگه به کناری گذاشته شد. چه موقعی پرونده ایران دوباره در شورای حقوق بشر مطرح شد؟ در دوران تحریم ها. چه موقعی ایران دارای نماینده ویژه شد؟ دوباره در دوران تحریم ها. چه موقعی ناقضین حقوق بشر توسط اتحادیه اروپا سفرشون به اروپا ممنوع شد؟ در دوران تحریم ها. چه موقعی قطعنامه های تحریمی علیه ایران علیه جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر تصویب شد یا تصمیمات مقتضی گرفته شد؟ در دوران تحریم ها. بنابراین در اون دوران بود که میشد یا این فضا موجود بود که شما حرکت کنید. من بارها تاکید کردم که به محضی که مسئله برجام به تعیین تکلیف برسه وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر میشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی یک سیستم یک دست هم نیست، از جناهای مختلف تشکیل شده، رقبا فرصت رو مناسب میبینن. ببینید دستگاه قضایی، دستگاه اطلاعاتی امنیتی، سپاه پاسداران، صاحبان قدرت فضا رو مناسب میبینن برای سرکوب هرچه بیشتر. چرا؟ به دو دلیل. یک، به خاطری که به غرب، به خاطری که به طرف حسابهای خارجی بگن که ما این تعیین کننده، و به اونها هشدار بدن که ما متوقف نمیشیم، هشدار بدن که امضای این قراردادها باعث نمیشه که ما از به اصطلاح اصولمون یا از به اصطلاح مکتبمون یا دستورات مذهبیمون کوتاه بیاییم. همه نقض حقوق بشر که در ایران اتفاق میفته، همه جنایاتی که در ایران اتفاق میفته زیر پوش مذهب، زیر پوش اسلام و شرع صورت میگیره. و از طرف دیگه اینها میبینن که غرب، یه جامعه جهانی، به مصالحه با رژیم پرداخته. اونها میدونن که غربی ها به دنبال منافع خودشون هستن، به خاطر نقض حقوق بشر در ایران نمیان این گفتگوها رو به هم بزنن، نمیان این معاملات رو به هم بزنن، به همین دلیل تشدید میکنن فشارها رو، به همین دلیل نقض حقوق بشر در ایران تشدید میشه. بسیار بسیار این مسئله بدیهی است اگر کسی بخواد واقعیت رو ببینه. یک. دو، مسئله صدور تروریسم و مسئله صدور بحران به کشورهای منطقه تشدید میشه. شما ملاحظه بکنید از زمانی که مسئله گفتگوها شروع میشه، دخالتهای رژیم رو نگاه کنید در یمن، از اون طرف
ملاحظه بکنید در قطر، امارات، در بحرین، در کویت، شما همه این مسئله رو توجه داشته باشی. چرا؟ چون رژیم نیاز داره به صدور بحران، رژیم نیاز داره به صدور تروریسم، رژیم نیاز داره به بلبشو. و امروز تردیدی نکنید که رژیم استقبال میکنه از درگیری های بین فلسطینیان و اسرائیل و اسرائیلی ها در سرزمین های اشغالی و در اسرائیل. بنابراین همه اینها بخشی از سیاست رژیم و بخشی از نتایج برجام و نتایج گفتگوها و تفاهمات صورت گرفته بین غرب و جمهوری اسلامی است. آقای مصداقی، سازمان عفو بین الملل در پیرو صحبت هایی که کردید که اقداماتی که باید بشه توسط سازمان های حقوق بشری از این فرصت استفاده بشه، کنار نکشن، کمرنگ نشه کاراشون، آقای فرانک والتر اشتاینمایر با بمباردمانی از این نظرات که وقتی میری اونجا راجب حقوق بشر صحبت کن، راجب زندانیا صحبت کن، راجب تروریسم صحبت بکن اینا، ولی به نظر میرسه که دیگه اون قوت و قدرتی رو که این گونه سازمان ها داشتن و حرفشون برو داشت در بعضی از موارد، یواش یواش دیگه اصلا به کلی بی‌حس شدن مقامات و کار خودشون رو میکنن، همونطور که گفتید، بدون توجه به منافع مردم ما یا بدون اینکه توجه داشته باشن که چه داره میگذره در ایران. این داستان چیه؟ ببینید، از نظر من خود این سازمان های حقوق بشری هم در نهایت توجه دارن به تعادل قوا در سطح بین المللی و توجه دارن به وزارت امور خارجه های کشورهای مطبوعشون. ببینید، شما از نظر من دیدبان حقوق بشر در واقع گوشه چشمی داره، علارغم همه انتقاداتی که میکنن، علارغم همه حتی سرزنش هایی که میکنن به وزارت خارجه امریکا. و از اون طرف عفو بین الملل همین نگاه رو داره به در واقع وزارت خارجه انگلیس و لیگ حقوق بشر به فرانسه. این رو که میگم نه به خاطر بدبینی من یا اینکه بخوام مثلا موضوع رو توطئه ببینم یا دایجان ناپلئونی، نه، من یه مثال ساده برای شما میزنم. ببینید، زمانی که عزت ابراهیم معاون نخست وزیر عراق، معاون رئیس جمهور به اتریش اومد برای مداوا، ببینید، عزت ابراهیم پیش از جنگ برای درمان بیماریش به اتریش اومد، از بیماری صعب العلاجی هم رنج می برد. منتها همین عفو بین الملل خواهان دستگیری شد، پرونده علیه او تشکیل داد و خواهان دستگیری شد در نروژ، که در اتریش، که اون بلافاصله اتریش رو ترک کرد و به عراق بازگشت. آیا عفو بین الملل تا کنون چنین پرونده ای علیه هیچ یک از مقامات رژیم باز کرده؟ نه. قطعا اسناد، مدارک، شواهد متقن بین المللی در دست داشتن مقامات رژیم، مقامات بالای رژیم، درجه یک رژیم، در تروریسم بین المللی موجوده، در نقض حقوق بشر موجوده، حتی در کشتار غربی ها موجوده. ببینید، ولیکن اونها هم همسو با قدرت پیش میرن. توجه داشته باشید همه کشورهای اتحادیه اروپا وقتی میخواستن ناقضین حقوق بشر در ایران رو تحریم بکنن، این تحریم رو به لاریجانی که رئیس قوه قضایی است تعمیم نمیدادن، به رئیس زندان مثلا اوین یا رئیس زندان فلانجا یا مسئول نمیدونم فلانجا که در هرم قدرت تقریبا هیچ کار است، به اون تعمیم میدادن. ولی درست در نقطه مقابل در اتحاد مسئله عراق کاملا متفاوت بود. و اتفاقا همین مسئله در طول سالهای گذشته من بارها و بارها صحبت کردم، نوشتم از 10 سال پیش، همون موقعی که
گفته میشد انقریب میخوان نمیدونم جمهوری اسلامی رو مورد هدف حمله نظامی قرار بدن. من بارها و بارها نوشتم اینها دروغ، فریب نخورید. همه اون کسایی هم که راجع به مسائل صحبت میکنن یا ساده اندیشن یا فریب خوردن یا فریب کارن، برای اینکه اصلا قرار نیست حمله صورت بگیره. ببینید وقتی که به احمدی من در بدترین سالهاشو دارم میگم خدمتتون، وقتی که به احمدی نژاد اجازه میدن که بیاد در با یک هیئت 148 نفری به امریکا در سازمان ملل شرکت بکنه، این نشون میده که خط خط زدن نیست، خط خط جنگ نیست. چون اگر خط جنگ باشه، خط درگیری باشه، قبلش اون کشور رو جذام میکنن در حتی در سطح در واقع تبلیغات بین المللی. شما سالهای سال میدیدید در همین اروپا همه کشورها، امریکا، رسانه های بین المللی وقتی میخواستن اسم صدام رو به کار بیارن نمیگفتن صدام حسین، میگفتن صدام دیکتاتور، انگار فامیلی او دیکتاتوره. شما مطلقا نمیبینید چنین تشبیهاتی راجع به خامنه ای به کار ببرن، مطلقا نمیبینید. و از اون طرف توجه باید به این مسئله بکنی، بزرگترین رسانه های امریکایی رو در بهترین ساعاتشون، در پربیننده ترین ساعاتشون، در مهمترین برنامه هاشون میدادن به احمدی نژاد که بیاد صحبت کنه. نمیدن و به عراق ندادن و به دولت عراق ندادن. دیپلمات های عراقی در سطح بین‌المللی بس جزام بودن، جایی نمیتونستن برن، کسی رو نمیتونستن ببینن. این سازمان های بین‌المللی، همین سازمان که گفتم خدمتتون، عفو بین‌الملل یا دیگر سازمان های حقوق بشری، هم متأثر از وزارت امور خارجه های کشورشون هستند. خب متأثر از سیاست بین‌المللی هست. آقای مصدقی اشاره کردید به گوشه چشمی که دارن اینا به انگلیس یا به امریکا، اون وقت چه سمپاتی به ایران میتونن داشته باشن؟ نه، آیا سیاست های اون را رو تعقیب میکنن؟ یعنی نظرتون؟ بله بله، سمپاتی ندارن. ببینید فقط موضوع برمیگردید به سمپاتی تغییر و تحول در سطح بین المللی، به سمت و سوی در واقع سیاست بین المللی. شما این رو میتونستید در کمیسیون حقوق بشر هم سالهای سال ببینید. ببینید ایران زودتر از عراق قطعنامه نقض حقوق بشر داشت، ایران زودتر از عراق گزارشگر ویژه نقض حقوق بشر داشت، ولی شما میدیدید در کمیسیون حقوق بشر ایران و عراق پشت هم دیگه هستن موقع رأی گیری. قطعنامه های نقض حقوق بشر در ایران تا میتونستن غربی ها توش آب میکردن، اینقدر بهش میگفتن ویلکام ویلکام، یعنی به استقبال اقدامات رژیم میرفتن. یک دونه از این موارد رو در قطعنامه های مربوط به عراق نمیدیدید، حتی یک نمونه ویلکام، یک نمونه استقبال از اقدامات عراق رو شما در قطعنامه های نقض حقوق بشر عراق نمیدیدید، در صورتی که هر دوش رو اتحادیه اروپا مینوشت و در واقع روی میز میذاشت. از اون طرف موقع رأی گیری قطعنامه های ایران، من در اون کتابم هم همه این آرا رو هم آوردم، قطعنامه های ایران به سختی گاه از تصویب کمیسیون میگذشت، اما قطعنامه های عراق گاه بدون مخالف میگذشت، یا یه ممتنه یه دونه مخالف یا بدون مخالف میگذشت. چرا؟ چون همه فضای بین المللی این رو معتقد بود که آقا صدام حسین باید بره، عنقریب باید بره، دولت عراق باید بره. سازمان های حقوق بشری هم همینطور بودن. حتی گزارشگر ویژه عراق گزارشاتی که برای نقض حقوق بشر در عراق می نوشت کاملا متفاوت بود از اون چی که گزارشگر ایران برای نقض حقوق بشر در ایران می نوشت. با دو زبان کاملا متفاوت به قضایا برخورد می کردن. ممکنه توضیح بدین راجع به این تفاوت ها؟ ببینید الان خدمتتون میگم، من یه موضوع خیلی ساده رو خدمتتون بگم. ببینید مسئله شکنجه، وقتی که تو قطعنامه عراق رو شما ملاحظه میکردید میدیدید که هم چون کلمات در قطعنامه های بین‌المللی بسیار بسیار مهمه، وقتی از شکنجه میخواستن صحبت کنن راجع به عراق محکوم میکردن، مینوشتن شکنجه سیستماتیک،
بیرحمانه و یه صفت دیگه الان درست خاطرم نیست راجب عراق به کار میبردن و اونو محکوم میکردن. راجب ایران که میشد تقریبا نیم صفحه موارد مربوط به شکنجه رو مینوشتن، ولی مینوشتن گزارشاته، یعنی اینو تخفیف میدادن، بله، موارد رو به گزارش و بعد اظهار نگرانی میکردن. اظهار نگرانی خیلی فرق میکنه با محکوم کردن در سطح بین المللی. توجه داشته باشید که عراق رو میگفتن سیستماتیک، در صورتی که این ایران بود که سیستماتیک بود. چرا؟ و نه عراق. چرا که بخش بزرگی از اونچه در ایران اتفاق میفته طبق کنوانسیون های بین المللی دقیقا شکنجه سیستماتیکه. یک نمونش مجازات های بیرحمانه است، از جمله قطع دست، قصاص، شلاق زدن. اینا جزء قانون ایرانه، یعنی سیستماتیکه، جزء قوانین عراق نبود. درست، ولی برعکس برخورد میکردن. یک نمونه رو من فقط خدمتتون گفتم. نمونه دوم رو اگه بخوام خدمتتون بگم، زمانی که به تروریسم خارجی میرسیدیم، زمانی که به آزار و اذیت مخالفین و ناراضیان در خارج از کشور میرسیدیم، با اینکه حتی یک نمونه عراقی نبود در خارج از کشور ترور شده باشه، نهایتا مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودن، اما همین مورد رو شما نگاه میکردید تفاوت از زمین تا آسمان بود. من در کتابم هم اینها رو آوردم. یعنی این برخورد دوگانه بین ایران و عراق وجود داشته، علارغم اینکه جمهوری اسلامی سالهای سال تبلیغ میکردن که ما به خاطر استقلالمون نمیدونم مورد ظلم قرار میگیریم، نمیدونم برخورد دوگانه با ما میشه، اینگونه نبود، اتفاقا با عراق میشد برای ما و نه با رژیم جمهوری اسلامی. اینا رو دارم خدمت، و به خاطر همین مسائل بود که من میدیدم و بارها تاکید میکردم که تفاوت کیفی بین ایران و عراق هست. حتی تحریم ها که شروع شده بود من همیشه توضیح میدادم آقا خانم ها آقایون، تحریم ایران و عراق رو یکسان نبینید، مطلقا یکسان نیست، شبیه سازی نکنید. تحریم ها در عراق من نوشتم 10 سال پیش، به صورت کتاب هم منتشر کردم که موجوده، در اونجا دست گذاشتم، گفتم ببینید تحریم های عراق برای سرنگونی دولت صدام حسین بود، اما و کمتر از اون رضایت نمیدادن، و تحریم های ایران نه، برای در واقع تغییر رفتار نظام جمهوری اسلامی است، اونم در ارتباط با مسئله هسته ای فقط و فقط و نه چیز دیگه، یعنی برای متوقف کردن اونهاست. ببینید ما برخورد دوگانه رو میدیدیم. عراق میگفت من ندارم، میگفتن بده، میگفت اگه بخوام بدم که باید بسازم بهتون بدم، من که ندارم. بعدها هم ما شاهد بودیم که حق با دولت صدام حسین بود، علارغم همه در واقع تجسس هایی که صورت گرفت. بعد از سقوط دولت عراق مشخص شد که هیچ چیزی اونها نداشتن. اما در ارتباط با ایران شما ملاحظه میکنید پشت سر هم ادعاهای عجیب و غریبی حد مطرح میکردن مقامات رژیم از پیشرفتاشون. تازه امریکایی ها و غربی ها میگفتن نه، بزرگ نمایی است، به شکل واقعی نیست، انقدر نیست. شما نگاه کنید حتی آزمایشات موشکیشون رو میکنن، همه این اعمال رو صورت میدن، منتها در همون حال در بدترین زمانهاش، حتی من دوران کندالیزا رایس و دولت جورج بوش رو براتون مثال میزنم، در اون موقع میگفتن که چنانچه رژیم به قطعنامه های بین المللی گردن بگذاره ما درها رو روشون باز میکنیم، فلان امتیازات رو میدیم. ببینید امتیازات رو نه دولت اوباما بلکه بشارتش رو وعدش رو دولت جورج بوش میداد و کندالیزا رایس میداد و دستگاه دیپلماسی امریکا در اون دوران میداد. اینا رو که کنار هم داشتیم متوجه دو تا سیاست میشدید، متوجه این میشدید که قرار نیست جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، قرار نیست ایران رو مورد حمله نظامی قرار بدن به طور واقعی. اون چه که این ور اون ور مطرح میشه تهدیدات بحث هایی که در سطح بین المللی مطرح میشه و جدی نیست، واقعی نیست. سیاست در جای دیگه است. اگر بخوایم ببینیم کاملا روشنه وقتی که قصد حمله باشه و وقتی که نباشه، وقتی خط جنگ باشه و وقتی که نباشه.
اینه که اینا رو میشه به راحتی از هم تمایز داد. به همین دلیله که من همیشه روی این مسئله تاکید میکردم. حالا هم سازمان های بین المللی، سازمان های حقوق بشری در واقع این فضا رو میگیرن. اون چی که من امروز دارم روش تاکید میکنم چیزی نیست که مسئولان عفو بین الملل متوجه نشن یا نمیدونم مسئولان دیدبان حقوق بشر یا لیگ حقوق بشر یا دیگر سازمان های بین المللی متوجهش نشن. نه، اونها هم این تفاوت ها رو متوجه میشن. ببینید، زمانی که میخواستن به قطعنامه رأی بدن، کشورهای اسلامی رو خدمتتون میگم، من جمهوری اسلامی یک قطعنامه رو به سازمان کنفرانس اسلامی برد و در اونجا تصویب کردن، مبنی بر این که کشورهای اسلامی در سازمانهای بین المللی به کشورهای اسلامی بر علیهشون رأی ندن. این رو تصویب کردن. در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد کشورهای اسلامی به این بهانه به قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران رأی منفی میدادن، اما همین کشورها به عراق که میرسید رأی ممتنع میدادن و نه منفی. میخوام بگم ببینید تفاوت رو ملاحظه کنید حتی در ارتباط با کشورهای اسلامی. پس این رو بایستی در نظر بگیریم موقعی که میخواییم به این مقوله ها برخورد بکنیم و اونها رو مورد ارزیابی قرار بدیم. آقای مستاقی، من مطمئن هستم که بسیاری از بینندگان ما این گروه هایی که در ایران تشکیل شدن، مثل اصلاح طلبان و اصول گرایان و دلواپسان و این گونه افراد، با اون دقتی که شما دارید و شناختی که دارید از اینا، خیلی مختصر اینا کی هستن، نظرشون چیه، مثلا دلواپسان چی میخوان، اصول گرایان چی میخوان، تا حدودی دی زیادی با گرایش هایی رو که اصلاح طلبان دارن شاید آشنا باشن. ضمناً این جنجال، یعنی دو تا سوالمو با هم مطرح میکنم که در فرصت کوتاهی که داریم حدود 4-5 دقیقه اینو توضیح بفهمید. داستانی که این برجام و بالاخره با اشاره آقای خامنه ای بردن به مجلس و اون سر و صدا و یقه درانی ها و گریه و زاری ها و مخالفت ها و موافقت ها پیش آمد، بالاخره ظرف نیم ساعت در شورای نگهبان قال کنده شد و تموم شد قضیه. راجب این دو موضوع اگه ممکنه توضیحاتی بدید. ببینید، مسئله از ابتدا هم مشخص بود، قرار نبود غیر از این مسیری رفته بشه. زمانی که خامنه ای در سال 91 به خاطر وضعیت خطیری که درش قرار گرفته بود، به خاطر بنبستی که جمهوری اسلامی درش قرار داشت، وضعیت وخامتبار اقتصادی، خامنه ای مجبور به عقب نشینی شد و دستور مذاکره رو داد در دولت احمدی نژاد و سه دوره مذاکره صورت گرفت. بنابراین وقتی که امریکایی ها و جمهوری اسلامی پای میز مذاکره رفتن، معلوم بود که قراره به تفاهمی برسن، معلوم بود که دو طرف خواهان امضای قراردادی هستند و این قرارداد میبینیم یا این تفاهمنامه یا هر آنچه که اسمش رو بگذاریم در دفعه مذاکراتی که در ژنو بود، در لوزان بود، در وین بود، بالاخره تصویب شد. وقتی که این برجام تصویب شد، تردیدی درش نبود که علارغم همه مخالفت هایی که باهاش صورت میگیره، علارغم همه مانور هایی که در امریکا و در ایران صورت میگیره، این به تصویب خواهد رسید. من از روز اول با قاطعیت و بدون تردید روی این دست میذاشتم و در گفتگوهایی که با خود شما هم داشتم بارها و بارها روش تاکید کردم که به این مسائل حاشیه‌ای نپردازید. این مسائل حاشیه‌ای بازی‌هایی است که جناح‌های قدرت چه در امریکا و چه در ایران به راه می‌اندازن. بخش عظیمیش به خاطر اینه که دستاوردهای رقبای خودشون رو تخفیف بدن و بخشیش برمیگرده به رقابت‌های انتخاباتی و به خاطر اینه که جناح غالب نتونه از این برجام یا از این تفاهمنامه امتیازی بگیره یا امتیازاتی بگیره برای پیشبرد خط خودش در سیاست‌های دیگه و در زمینه‌های دیگه. این مسئله وقتی به ایران میاد، به جمهوری اسلامی میرسه، تشدید میشه. ما در امریکا شاهد این بودیم و در جمهوری اسلامی ضریب می‌خوره. چرا؟ چون خامنه‌ای خودش در چند جبهه می‌جنگه. یک،
خامنه‌ای نیاز داره به دشمنی با غرب، نیاز داره به دشمنی با امریکا، تهاجم فرهنگی، شیطان بزرگ، به خاطری که میخواد در سطح بین المللی نیروهایی که بسیج کنه، این نیروها عقب افتاده ترین ها هستن. فقط با شیطان بزرگ میشه این نیروها رو متحد کرد، وگرنه یک عرب رو، یک عرب لبنانی و یک عرب بحرینی یا کویتی رو یا یک فلان افریقایی رو چجوری شما میخواید بسیجش کنید؟ حول چه شعاری میخواید بسیجش کنید؟ الا دشمن خارجی، دشمن مشترک، امریکا، صهیونیسم، اسرائیل، غیر از این دیگه چه دارید؟ بنابراین نیاز داره. و چون عقب نشینی کرده و چون قبلا گفته بود که مذاکره با امریکا هر کی بگه یا خائنه یا جاهله، بایستی خودش رو با فاصله نشون میداد. به همین دلیل بود دیدید که خامنه ای از روز اول ابتدا اون بیلبورد ها رو در خیابون ها نصب کرد، شهرداری علیه مذاکرات، بعد خامنه ای هر جا که میرسید علیه زیاده خواهی قبل، دوباره امپریالیسم، آمریکا، استکبار صحبت میکرد. و در موضوع اخیر هم شما دیدید نماز جمعه ها رو، به خصوص نماز امام جمعه های نزدیک به خامنه ای رو چجوری حمله میکردن به تیم هسته ای، به تیم مذاکره کننده، و همچنین کیهان ارگان خامنه ای چطوری علیه این میز چیده شده یا میز برجام یا گفتگوها صحبت میکرد، و خود خامنه ای که مجلس رو گفت وارد بازی بکنید. و از اون طرف میبینید به دستور او، به خواست خامنه ای، عملا کمیسیونی که تشکیل شد، این کمیسیون برایند مجلس نبود، بلکه در این مجلس اکثریت مجلس رو نمایندگی نمیکرد و اقلیت مجلس رو، که اتفاقا همین جبهه پایداری یا دلواپسان هستن، دست بالا رو داشتن. فکر میکنم 11-4 و 5 در کمیسیون برجام، و عملا این کمیسیون محلی شده بود برای اینکه جلیلی و باقری، اعضای تیم قبلی، اعضای تیم شکست خورده، به همراه کسانی که خط خامنه ای رو تبلیغ میکردن، بتونن بیان اینجا هیاهو کنن. چرا؟ چون اون یکی رو عقب برونن، روحانی و رفسنجانی رو عقب برونن، اونا نتونن از این برجام استفاده بکنن برای پیش برد خطشون، برای اینکه بتونن جلو بیان. و خامنه ای به دنبال این هست که میراث خودش رو حفظ کنه و جانشین خودش رو در این دورانی که زنده هست تعیین بکنه یا مسیر رو برای اون فراهم بکنه. همه اینا دست به دست هم میداد. و اینکه خب یه جایی رسیدن که یه دفعه‌ای خامنه ای دید که دعواها داره تشدید میشه و این شکاف‌ها داره تعمیق میشه، دیگه اونا وایساده بودن تو روی لاریجانی که در هر صورت نمایندگی میکنه در بسیاری از جاها نظرات خامنه ای رو، و این خب برای خامنه ای دیگه خوب نبود. به همین دلیل بود که دیگه متوقفش کرد، بازی بس، خیمه شب بازی بس. و دیدید به طرفت العینی همه داستان رو جمع کردن، شورای نگهبان مجبور به دخالت شد و تایید این برجام شد و لایحه مربوط به برجام شد، و بقیه هم فعلا سکوت کردن. و این اعمال برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس بود، برخلاف شیوه برخورد با مسائل کمیسیون بود. این از یک طرف. اما تفاوت اینا چیه؟ ببینید آقای مستقی، یک دقیقه وقت داریم با عرض معذرت، بفهمید. اصولگراها سابقا به خصوص در سال 84 یک اومدن، یک وحدتی کردن بین خودشون و احمدی نژاد، عملا شد نماینده اصولگرایان، یعنی هم سنتی ها، هم اصولگران میانه رو و هم تندروها با هم همدست شدن، یکی دست به یکی شدن و احمدی نژاد در اومد. منتها احمدی نژاد در دور دوم عملا اونها رو تنها گذاشت، اونها رو جا گذاشت، و احمدی نژاد شد در واقع خودش یه شاخص، و این کسانی که بود دلواپسان هستن بیشتر دل در گروه احمدی نژاد دارن. احمدی نژاد نمایندگی میکرد امام زمان رو، در واقع بخشی دیگری از نمایندگان امام زمان در روی زمینه، یعنی اصولگران بهتره بگم بهشون یه جنگی هست بینشون، جنگ بین نمایندگان امام زمانه. خامنه ای خودش نماینده امام زمانه، احمدی نژاد خودش نماینده امام زمان میدونه، دلواپسان نوع دیگری. و میدونید که اینها تماما درگیری های درونی خود اینها بود برای اینکه چه کسی واقعا نماینده امام زمانه، چه کسی سید خراسانی است، چه کسی در واقع از امام زمان خط میگیره. این درگیری ها در درون خودشون هست، و جناح احمدی نژاد جناح خرافی تر، جناح در واقع عقب افتاده تری است که میتونه برای یک دستمال قیصریه رو به آتش بکشه، و از طرف دیگه این جناح
غرق در فساده و باعث غارت شده، باعث نابودی سرمایه های ملی شده و اون چی که در دوران احمدی نژاد اتفاق افتاد در تاریخ کشورمون و در سابقه نداشته و مسئول اولیش خامنه ای بوده. منتها خامنه ای با اینها بازی میکنه، اینها بله. عروسک های خیمیشم بازی شد. خیلی ممنونم آقای مصداقی، متاسفانه مثل همیشه فرصت کم و گفتنی زیاد و اطلاعات فراوانی که میتونید در اختیار ما بگذارید. بهتون شب بخیر میگم در استکهلم. تشکر میکنم از بینندگانی که با ما بودن، تشکر میکنم از سپر عزیز که مثل همیشه کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داشت و تا هفته دیگه که با مهمان دیگری در خدمتتون خواهم بود در برنامه گلگشت، بهترین ها رو برای هم آرزو میکنم. روز و روزگار به شما خوش.